درود بی پایان. خوشحالم گرد فرد عزیز که این سعادت رو دارم که بار دیگه اینجا در استودیو ببینمت. درود بر شما، درود بر بینندگان ارجمند برنامه. منم خوشحالم که بازم در خدمتون هستم. خب ما اصولا عادت داریم یا شما رو وقتی که در حال تدریس هستین تو دانشگاه ببینیم یا بر فراز صحنه وقتی که مشغول اجرای بخش‌های منتخب از داستان‌های اساطیری ایران هستین. این دوتا با وقتی که فارغ از این جلوه استادی یا نقالی می نشینی و به عنوان یه محققی پژوهشگر صحبت میکنی خیلی متفاوت هست و این حس پژوهندگی حسیه که من فکر میکنم گاهی وقتا با اینکه در آثار جلوه میکنه ولی اونجا حالت نمایشی بیشتر داره. خودت با کدوم یکیشون راحت تر هستی بانو؟ هر کدوم موقعیت خودش رو داره. اغلب میگن یعنی وقتی که رو صحنه برنامه اجرا میکنم خب اینقدر این حرکات به نظر بزرگ و قلوب شده میاد و حالا اون لباس های ویژه هم کمک میکنه، اون بیان و اون به خصوص حس حماسه و حماسه خوندن و اون خانش، همه اینا به نظر میرسه که حالا چه هیولایی روی اون صحنه است و بعد بله این غافلگیری به وجود میاد، میبینن نه من خیلی هم مظلومم هم، نه اهل شمشیر کشیدنم هم، نه اهل خنجر زدنم. چون در حقیقت اون چه که زمینه پژوهش هست زمینه نمایش نیست. پژوهش اگرچه شاید ما از یک حرف حرف میزنیم، از مثلا داستانی در فردوسی در مایه زنان مثل رودابه صحبت کنیم، ولی اون چه که در نمایش میاد به اون چه که در پژوهش هویدا میشه کاملا متفاوت است. برخی ها این ماجرا رو درک نمی کنند و بعد میبینیم که برخی حرف ها رو به قالب نمایشی مطرح میکنن در حالی که میخوان برای خودشون عنوان های پژوهشی در نظر بگیرن و همینجاست که خدای نکرده برخی سوء تفاهم ها پیش میاد و برخی حرف ها که ممکنه نظر شخصی من در یک پژوهش خاص باشه به عنوان یک نمایش جدی تلقی میشه و سمت و سوی مقضوشویانه میگیره. آها، یعنی پژوهشگر وقتی که میخواد مطلبش رو ارائه بده به عنوان یک متن تحقیقی حالت قلوف شده، حالت نمایشی، حالت شعاف متوجه نشده. دقیقاً همین، حالت شعاف، حالت قلوف شده، حالتی که ما بخوایم یک چیزی رو اگر کوچک هم هست به کلیتی متصل کنیم. خب تجربه این شخصی داشتین یا به مراتب دیدیم بعضی از این دوستان رو که این کار رو کردن، فیلم مثال در مواردی بوده در مورد مثلا زمینه های مثلا ازدواج با محارم که خب میبینی در یه محدوده های خیلی کوچکی است ولی ما میایم رو بزرگ میکنیم برای اینکه بتونیم نتیجه گیری های کلی در موردشون بکنیم. اتفاقا چه جایی رفتی آقای آزمانی، برای که این مطلب بیشتر یک مسئله ایران ستیزی من پشتش میبینم که خیلی زیاد شده و حتی بین استادای دانشگاه و بین پژوهشگرا. همینجاست نکته من. دقیقا میخوام بهتون بگم وقتی پژوهشگران گفتمان یعنی نمایشی دارند، میدونین چی میخوام بهتون بگم؟ برای همین بود که خواستم از همین رهگذار شروع کنم باهاتون. بله، برای که من به بینندگان عزیز این توضیح رو بدم، واقعا قرار بر این نبود بیایم به این سمت. چون مهدی گفت که راجع به ایران باستان و زنان، وضعیت زنان در اسطوره و ادبیات ایران صحبت کنیم، ولی اتفاقا نکته خیلی مهمی چون درد منم هست، من چندین نوبت هم این اواخر راجع به این مسئله ایران ستیزی نوشتم. ادعی داریم میبینیم که مرتب مواردی رو مطرح میکنه که حیرت انگیزه، یعنی شخصیت های دانشگاهی دارن این اصلا در این زمینه که باورها و حرکات و شیطنت های ایران ستیزی رو میتونی ببینیم. یعنی حتی یه اتفاقات استثنایی هم فرض کنین در دوران کهن اتفاق افتاده در دستورالعمل های حکومتی یا هو همون رو میان اونقدر بزرگ انگار که در سطح جامعه اون بوده، فرض کن ازدواج با محارم، حالی که چند تا مورد استثنا، یکی دو مورد استثنا که شاهنامه میاد گزارش میکنه و میگه این استثنایی چیزی بوده، حالا اینها حالا به هر دلیل، این دلیل برای نمیشه که یک در سطح وسیع جامعه در یک آیین جمعی در واقع اجتماعی این متداول بوده. این مسائل رو یعنی تو جامعه اون زمان رو بیای همه اون مظاهرش رو، همه ویژگی‌هاش رو از نظر فرهنگی، شرایط زمان، ظرف زمان، اونها رو کنار بگذاری و یک مسئله یا یک استثنایی رو بیای بزرگ جلوه بدی، جز شیطنت در زمینه‌ای که الان خیلی باب شده ایران ستیزی، هیچ چیز دیگری درش نیست. و ایران ستیزی به ویژه از دورانی که تازیان حمله کردن و تبعیض و این تحقیر کردن ایرانیان از اون زمان بوده تا به امروز. عرب ها حمله میکنن، من را انداختی در یک جاده دیگری از اون کارهاست، حمله میکنن به ایران و
دیگه میدونیم تاریخ رو خوندیم، ولی جهت یادآوری برای عزیزان، دوستانی که این روزها مرتب راجع به ناسیونالیسم می نویسن و علیه ناسیونالیسم و شوونیزم یا اینا، آخه کدوم شوونیزم؟ چقدر هستن؟ در حالی که چقدر ما در سطح وسیع، در سطح رسانه ها ایران ستیزی داریم. برگردیم 1400 سال پیش، تازیان حمله می کنن، خودشون رو از نظر اجتماعی و سیاسی در منطقه و حتی از نظر نژادی برتر می دونن و دیگران رو در واقع موالی خطاب می کنن، خودشون رو سید می دونن، سرور می دونن، مولا می دونن، غیر عرب رو به ویژه ایرانیان رو عجم خطاب می کنن، یعنی لال، یعنی گنگ، بی زبان، تحقیر می کنند. و چه دستور عملهایی حالا دارن برای مسئله اون باج گرفتن و اون خراج گرفتن، اینا خیلی حالا هست. تاریخ اون زمان که وقتی که زنان ایران رو تصرف میکنن، دختران ایران رو تصرف میکنن، همین من دقیقاً می‌خواستم به همینجا برسم. و فرزندان چه اتفاقی افتاده واسه دختران و زنان ایرانی در همین برهه تاریخی، یعنی در سالیانی که اعراب به ایران مستولی میشن و میتونن ظرف یک مدت 30-40 ساله ایران رو فتح کنن و سرزمین‌های مختلف در فلات ایران رو تحت سلطه خودشون بیارن، بر سر دختران ایرانی چه میاد؟ بر سر زنان ایرانی چه میاد؟ تصرف میکنن دختر، آنچه که دخترانی رو که باهاشون حالا به عنوان همسر یا کنیز یا هر آنچه که میشه اسمش رو گذاشت، اونها براشون دستورالعمل‌هایی هست برای فرزندانشون. و در واقع ببین، همه چیز خیلی سیاهه، فقط مسئله زنان نیست، بر سر زنان اتفاقاتی که میفته به عنوان برده، که حالا هر چه برده، چه کنیز، چه همسر، این یک ور قضیه. مسئله بعدی مسئله زبان و فرهنگ، این که زبان رسمی باید در کتابت عربی به شاخه، همه چیز هست، فقط مسئله زنان نیست، مسئله تمام جامعه است که تحت سیطره قرار میگیره. و نه فقط ایران، سرزمین های که وحشتی حمله میکردن. یه مسئله دیگری که حالا این ایران ستیز ها مطرح میکنن که ایرانی ها با آغوش باز مثلا از اینها، مگه میشه؟ برید تاریخ مقاومت مردم ایران رو بخونید. کجا بخونیم خانم؟ آخه در کتاب های تاریخ هست، همین اینترنت میتونید برید بخونید. چقدر سرزمین از آذربایجان، قیام بابک رو برید بخونید، قیام های مختلفی که اتفاق افتاده برید بخونید، ببینید چقدر سالیان و قرن ها مقاومت بوده. ولی اینها شیوه هجوم وحشتی داعشیواری که الان فرزندانشون خب به همون ترتیب دقیقاً میخوام بهتون بگم که وقتی عملکرد داعشی ها رو با زنان یزیدی یا ایزدی میبینیم در کردستان، متوجه میشیم برای خیلی ها این سمبل ایجاد شده که آیا حرف هایی که شادروان عبدالحسین زرینکوب در دو قرن سکوت گفت و نگفت چیزی است که ما امروز می‌بینیم؟ آیا واقعا چنین رویدادی بر سر مردم ما گذشته؟ و اساسا زن ایرانی پیش از حمله اعراب و تصرف ایران و سقوط ساسانیان در چه جایگاهی در اون ساختار طبقاتی جامعه ساسانی می‌نشسته؟ و آیا میشه از دل متون و آثار نه مکتوب تاریخی، بلکه اونچه که روایت سینه به سینه مردم ماست، چون بسیاری از بخشای تاریخ رو واقعا باید در فرهنگ عامه مردم پیدا کرد، دید که چه اتفاقی در این میان افتاده. بله، اجازه بدید پس تیتروار من تا امروز مراحل ایران ستیز رو بگم تا به همین لحظه که اینجا نشستیم، که بعد بریم مسئله زنان و در پیش از اسلام و بعد از اسلام. دوران بسیار سیاهی است در اون چند قرن بعد، هنوز ایران کمر راست نکرده، که هیچ وقت هم نتونست که مغول ها حمله کردن، و دیگه راجع به اون هم میدونیم که چه بلاهایی بر سر مردم آمد و چه اتفاقاتی افتاد. و بعد که در ایران دیگه ماندند و سلطنت کردند و ازدواج کردند، و یعنی ازدواج منظوری که زنانی گرفتند و در همینجا دیگه ساکن شدند، دیگه بخش هایی از ایران یا بیشتر ایران مملکت خودشون شد. به قدری خفتبار بود، به قدری سخت و فرساینده بود، که از اینجا به بعد مردم به مسئله صوفیگری رو آوردن، یعنی مسائل عرفان و صوفیگری اومد بالاتر، بیشتر شد، چون دیگه پناه دیگری نداشتن. مسئله صوفیگری رو مطرح کردم چون میاد در ادبیات و میبینیم که این باور حالا چقدر و نگاهی که از نسبت به زنها چگونه است، تأثیر عرفان و صوفیگری بر شعر و ادبیات و داستان. و بعد از مغول‌ها تا به امروز، اینها خیلی زیاده. جمهوری اسلامی چقدر روی مسئله شاهنامه
چقدر در این چند وقت شنیدیم که مجسمه هایی رو تخریب کردن، مجسمه آرش، مجسمه کاوه، نقاشی های دیواری رو خاطرتون هست سال پیش بود خبرش اومد که نقاشی های شاهنامه یک دیوار در واقع طول و درازی در مشهد اون رو تمام شبانه و نقاشی های شاهنامه رو پاک کردن. چقدر مقابله شد با نوروز و سیزده بدر و حالا ما این شیطنت های ایران ستیزی رو، برای که الان ایدئولوژی دیگری نیست، ایدئولوژی که میتونه نسبت به حالا احزابی که بود و الان دیگه اون قدرت رو ندارن در اپوزیسیون، الان ایران ستیزی که یک ایدئولوژی میتونه باشه که حکومت باش مشکل داشته باشه. ایران ستیزی یا ایران دوستی؟ ایران دوستی و ملی گرایی. بله. الان این ایدئولوژیه که حکومت میتونه باهاش مشکل داشته باشه و به همین دلیله که همچنان مقاومت میشه در مقابل ایران دوستی، در مقابل ملی گرایی و در مقابل در واقع پاسداشت ارزش‌های ایران باستان. خب از این ملی گرایی چی گیر زن ایرانی میاد خانم گردا فرید عزیز؟ اجازه بدید حالا سوال بعدی رو جواب بدید. شما یه سوال کلا از من عقب‌تر. آره یک سوال عقب. بفرمایید. ما از ایران ستیزی حرف زدیم از دوران اسلام تا به امروز و حالا مسئله زن رو مطرح کردید پیش از اسلام و بعد از اسلام. راجب بذارید شاهنامه یه مقدار حرف بزنیم که حوزه کاری من هست، یعنی بعد از 20 سال کار کردن الان این جسارت رو دارم که راجبش دیگه تفسیر بکنم. فردوسی با حفظ امانت که خودش بارها تاکید میکنه من گزارشگرم، من با حفظ گر از داستان یک سخن کم بودی روان مرا جای ماتم بودی، هر آنچه که من دارم برای شما نقل میکنم و روایت میکنم و میگه که اینا این منابع از کجاست، این اسناد از کجاست، در ابتدای هر قصه گاهی نام راوی رو میگه، نام آن موبدی که این سند رو، این داستان رو یا این ورق تاریخی رو در اختیارش گذاشته، گاهی ممکنه چامه‌گویی بوده که با عناوین دهقان یا مهربان یا بلبل که به اصطلاح سخنگو اینها رو در واقع میگه، ولی همیشه میگه من این رو از کسی گرفتم، حالا یا به نام یا بی نام برای ما این توضیح رو میده و مرتب هم میگه که بدونیم با حفظ امانت داره اینها رو به ما گزارش میکنه، اما با اون قلم قوی و اون ادبیات قوی که تا به امروز مونده برای ما سینه به سینه و نسل در نسل. آنچه که از محتوای شاهنامه برمیاد این است که مسئله زنان، مسئله عشق، نگاه کلی، اون روح کلی، من به فضای نمایشی کار ندارم یا داستانی ها که اونجایی که رستم از سودابه عصبانی میشه، خشمگین میشه به خاطر اون همه فتنه و دسیسه، حالا اون همه کاراکتر مرد بد تو شاهنامه داریم، یه سودابه فتنه گر داریم، اون میشه اسباب عزیزانی که حالا میخوان که از اون شیطنت ها بکنن بگن زن ستیزی در شاهنامه، نه اینطور نیست. مگر اونجایی که شکسپیر داستان‌های هملت، اوتلو میاد از کاراکترهای داستانی اونا رو بیاد قضاوت بکنه یا داوری بکنه که ما همچنان درگیر این داوری‌های پامنبری هستیم. خب یعنی اونجایی که کاراکترهای داستانی رو آره اون زنها رو دور نشیم، کاراکترهای داستانی که زنانی هستن که فتنه میکنن، اون کاراکتر داستانی ما به اونها کار نداریم. روح کلی در فضای در شاهنامه، گزارش‌هایی که شده از زنان ایران باستان، زنانی که در هیئت پهلوان ظاهر میشن مثل گردیه یا گردآفرید، زنانی که شاهبانو هستن مثل سیندخت و زنانی از این دست، شاهدخت ها مثل رودابه، منیژه، اینها کسانی هستن که ما میبینیم این توانایی رو دارن که بیان ابراز عقیده بکنن، میتونن ساختار شکنی بکنن، اگر عشقی هست پا پیش بگذارن، اگر جنگی هست پا پیش بگذارن و برن در میدان هماورد پهلوان. نمونه بارزش تهمینه. تهمینه، منیژه، رودابه. یعنی زن این تحالا از فضای بخوایم راجع به عشق حرف بزنیم. زن و عشق. این قدرت رو داره و چقدر عشق تجلی قدرتمندی داره در این داستان ها. عشق ارزش داره که تو به وصال معشوق برسی. یعنی شما میگید اون چه که روایته سینه به سینه جامعه ایرانی، جدای از اون چه که در کوه نوشته ها میشه یا سنگ نوشته هایی میشه پیدا کرد که مخصوص به دربار و درباریان میمانده و محدود به یک طبقه خاص اجتماعی میشده، اون چه که روایت میکنید از نوعی برابری میان زن و مرد و حقوقی برای زنان صحبت میکنید که ما امروز اون حقوق رو در رفتار اجتماعی جامعهمون نسبت به زنان نمیدیم. من یه مثال خیلی مختصر بزنم، شما همین مسئله عشق رو و ابرازش رو از طرف عاشق که زنی است به و قدرتی که در این هست که
در واقع قدرت در اینه که عاشق به معشوق برسه. حالا من دو تا مسئله رو دارم مطرح میکنم، یکی مسئله زن و این قدرتش که وارد این میدان بشه و ابراز بکنه، یکی خود عشق. و بعد بیاییم بر دوران بعد از استیلای در واقع تازیان و مسئله اسلام و بعد عرفان و صوفیگری، که این دیگه نیست. یعنی ارزش عشق در اینه که نرسی، بله، و زن فروتر میشه و زن اتفاقا از نظر جنس دوم بودن خیلی بارستره. و شاعران حالا چقدر زن ستیزان و زن ستیزی در ادبیات هست. ما اگر بخوایم تقسیم بکنیم ادبیات ایران رو، نگاهش رو به زن، زن ستایان اولیش فردوسیه. تقسیم بندی میتونه سه تا باشه: زن ستیز، زن ستایی، زن ستیزی و زن گریزی در ادبیات ایران. حالا از هزار سال بیایم مقایسه بکنیم از دوران فردوسی به بعد، در مورد شاعرانی که زن ستا بودن فردوسی بر اون قله نشسته. بعد از اون حالا میشود بی مقدار نظامی و عطار، بقیه اینطور نیستن. سعدی به شدت زن ستیزه، خاقانی، مولانا. من نمونه های بارزش رو نیبردم که براتون بخونم، میتونه یک جلسه دیگری باشه. فقط من ببینیم گره فرهنگی هستن که در اون زمان میکنن و مفهومش این نیست که حالا چون مولانا اشعاری داره که مثلا مروج یا نوعی نگاه منفی به زنان داره، او رو بایستی از گردونه داشته های معنوی و ادبی خودمون حذف کنیم. به هر حال هزاران خوب داره، بعدی هم در کنارش هست. خانم گردآفرید، حالا میرسیم به همون سوالی که در حقیقت مطرح کردم، به این مفهوم که اگر امروز ما در نظر میگیریم و قرار میدیم خودمون رو در این جایگاه که خب یک زنی بودیم، زنان ایرانی داره توانایی هایی بودن در پیش از وقوع حادثه حمله اعراب به ایران و سقوط ساسانیان و بعد یک دفعه در یک دوره 300-400 ساله تبدیل شدن به زیر دستان نسبت به اون ظرف زمان. وگرنه ما اگر بخوایم از حقوق زنان حرف بزنیم، یعنی واقعا نمیشود حالا مقایسه بکنیم به دوران مدرن و دوران پیش از مدرن، مدرنیته شدن دنیا. در واقع 200 سال هست که راجع به حقوق زنان داره صحبت میشه. از سال 1920 فکر میکنم در همین آمریکا زنان تونستن راجع به حق رأی صحبت کنن و حق رأی داشته باشن. این رو هم در نظر بگیرید که ما اگر بخوایم راجع به حقوق زنان حرف بزنیم، یک مبحث دیگری است. نمیشود مقایسه کرد دوران مدرن و پیش از مدرن. ولی اگر بخوایم که راجع به ایران حرف بزنیم، پیش از اسلام و بعد از اسلام، به مرتب این افول بوده و فروتری بوده. داده. من این اتفاق خیلی برام مهمه. اون چه که امروز مبنای کار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و نویسندگان فلسفه حکومتی در ایران هست قرار میگیره، برای اینکه زن رو به موجود یا شهروندی درجه دو تبدیل کنند، مبانی شرعی است که اونها بر اساس اون قواعد و قوانین رو ارائه میکنند. از این سمت شما دارید میگید که گروهی از پژوهندگان به ظاهر دانشگاهی یا اصلا دانشگاهی میکوشند تا در پناه برخی روایت‌های محدود یا همون قضیه به نمایش کشیدن پژوهش‌های محدود، این رو جلوه بدن که خب خیلی از این قوانین قبل از اسلام هم در ایران وجود داشته، پس مشروعیت دوگانه براش ببخشن که حتی میتونه کمک کنه به روند فعالیت‌های حکومتی در ایران. نکته من اینجاست که الان زن ایرانی برای اینکه بتونه مشروعیت حضور اجتماعی خودش رو به عنوان شهروند درجه یک حفظ کنه، باید با شریعت بجنگه، باید با حکومت بجنگه، باید با فرهنگ مردستیزانه که داره میکوشه پشت پرده از ایران باستان هم نمونه‌های داله بر این بیاره که زنها در مقام فرمان بردار قرار میگیرن به جنگ، با چه باید وارد جنگ بشه؟ شما خودتون الان در ایران باید با چه وارد جنگ بشین که حقوق اولیه خودتون رو حفظ کنید؟ در درجه اول مشخص مسئله اون قوانین حکومتی است و اون در واقع جبر حکومتی است. وگرنه زنها الان آگاهیشون خیلی بالاتر رفته نسبت به حقوقشون و نسبت به دنیا و اتفاقاتی که در دنیا داره میفته، نسبت به آنچه که اعمال میشه درباره حقوق زنان و برابری. و مسئله الان حکومت در درجه اول و قوانین حکومتی که همچنان این داستان ادامه داره. همانطور که این نگاه جنس دوم بودن زن در دوران استیلای عرب‌ها به ایران بوده، در دوران مغول بوده، در دوران قاجار بوده، همچنان این هست و ای بسا به مراتب بهتر. ولی خانم‌ها خیلی دارن تلاش میکنن، اتفاقات خیلی زیادی افتاده در این سالها، منتها راه درازی در پیش داریم.
مسئله حقوق زنان مسئله ای نیستش که واقعا حالا خود من بتونم خیلی دقیق تر و تخصصی تر واردش بشم. در این مورد بسیار سخن گفتن، بسیار در برنامه شما حتما آمدن کسانی که در زمینه حقوق زنان کار میکنن، ولی آنچه که از نظر تاریخی لااقل من مطالعه کردم میبینم این داستان درجه دو شدن به مراتب شرایط سخت‌تر نسبت به پیش از اسلام در دوران بعد از اسلام اتفاق افتاده و تا به امروز هم 1400 ساله که این فروتر شدن، این فرو بودن، درجه دو بودن همچنان بوده. حکومت‌های مختلف آمدن و حکومت‌ها همیشه روی این موضوع پافشاری کردن. چرا چه چیزی از زنان حکومت برای حکومت‌ها ترسناکه، خصوصا در بعد از وقوع حمله اعراب به ایران به این سمت که شما این رو زنجیروا به امروز میرسونید؟ حقیقتا من درکی از این موضوع ندارم. این رو خود حکام باید راجبش حرف بزنن. خود شما چی فکر میکنین؟ چرا همیشه زن شهروند دومه؟ چرا زن نباید پای مردان در واقع از نظر حقوق اجتماعی برابر می بود در جامعه در گذشته؟ حالا در گذشته شرایط فرهنگی، شرایط زمانه میشه گفت در اون زمان خب در همه دنیا همین بوده، همونطوری گفتم در این 200 ساله که داره مطرح میشه، فقط ایران نبوده. سال گذشته تو همین 200 سال گذشته دست کم حداقل در زمان پادشاهی پهلوی دوم در ایران، خصوصا در دوران شهبانو فرای پهلوی بعد از سال 1339 به این سمت که حالا به هر حال مملکت نظام قاعدمندتری برای اداره داره و یک تحولات گسترده تری در کشور ایجاد میشه، زنان در ایران صاحب حق رأی میشن، زنان در ایران به مقام قضاوت میرسن. بسیاری از درها به روی زنان باز، دست کم حضور یک شهبانوی جوان محبوب مردمی باعث میشه که فضای حضور زنان در عرصه‌های بین‌المللی به مراتب بازتر شه، ولی خود زنها به این مسئله اعتراض میکنن، بعد میان تو خیابون شعار مرگ بر شاه سر میدن و پس میزنن. چرا؟ چرا خود زنها آماده پذیرفتن چنین مواردی نیستن؟ مادر من، مادر شما، مادر بسیاری از ایرانی هایی که هم سن و سال و هم نسل من و شما هستن تو همین شرایط قرار میگیرن، حتی اگر امروز انکار کنن و بگن که ما نمیرفتیم و ما نبودیم، یه کسای دیگه ای بودن. بالاخره این نسل بودن دیگه. این نسل بودن و نسل‌های پیش از اون و آنچه که سینه به سینه و اون باورها و اعتقادات عامیانه و مردمی که باز من فکر می‌کنم حاکم شدن بسیاری از این باورها و اعتقادات باز بستگی داره به اون حکومتی که میاد و در طی این هزاره و پیش از اون اونقدر این باورها قوی بوده و تحمیل شده که دیگه در باور جمعی رفته، در باور عامیانه ما رفته. خب مسئله پوشش، مسئله در پس پرده بودن. میخوام بگم این باورها از کجا آمدن؟ ببینید، ما وقتی که از فرهنگ عامیانه صحبت میکنیم داریم میگیم که فردوسی و شاهنامه بزرگترین گنجینه است که ما داریم و واقعا هم سینه به سینه مونده تا به من و شما رسیده. یعنی قبول کنیم که در یک بیش از قریب به 1000 سال دوره استیلای اقوام غریبه و تاراج ایران زمین برای دوره‌های گوناگون سینه به سینه این ماجرا به من و شما رسیده. خب پس این در فرهنگ جامعه ما وجود داشته دیگه. چرا این اولویت نبوده؟ چرا مثلا اولویت شده این که مثلا ما کتاب فیلمسار عرض میکنم ادعیه قرآنی رو بخونیم که در اون برای زنان ارزش کمتری قائل شدن؟ البته من نمیخوام متهم کنم کسی رو به دلیل مذهب اسلام، به این دلیلی که زن ستیز است، چه بسا که در اونجا باشه یا نباشه بحث دیگری است، کارشناسا باید نظر بدن. ولی چرا ما به جای اینکه رو بیاریم به مثلا بازخوانی قصه بیژن و منیژه رفتیم مثلا قصه زینب و حسین رو خوندیم، زینب و مثلا یزید رو خوندیم که اون برای ما جذابتر از قصه این سمتیست؟ ببینید، باز برمیگرده به شرایط حکومتی. حالا شما میرید بحث قصه و روزه و نقل و که نقل مذهبی اینا، تمام اینها باز برمیگرده به شرایط حکومتی و اونه که تعیین کننده شرایط فرهنگ سازی است به اعتقاد من. اینکه چگونه فرهنگ یه مملکت حالا شکل بگیره، چه از نظر معماری، چه از نظر فرهنگ عمومی یا هر آنچه که هست، چه ادبیات، چه هر آنچه که مربوط به اون هست، یا هنر یا هر چه. مسئله داستان که شما مطرح میکنید، این که حالا ما چنین داستان ها و چنین قصه هایی داشتیم سینه به سینه که از قدرت زنان حرف میزنه، شرایط حکومتی جوری بود از نظر حالا به خصوص زمان صفوی به بعد است که این نقل های مذهبی خیلی باب میشه و تومار های مذهبی نوشته میشه در مقابل رستم علی، قصه های علی نامه، رستم نامه ای که بوده از قرن ها قبل، رستم نامه، برزو نامه، سهراب نامه و حتی داستان زنان بانو گشسپ نامه که بر وزن شاهنامه نوشته شده
ولی در مقابلش میاد علی نامه ها نوشته میشه، خاورانامه ابن حسام خوسفی نوشته میشه که همون حرکات عیاری و پهلوانی رستم برای علی در نظر گرفته میشه. اسب او در واقع شخصیتی که داره مثل اسب رستم، اون دلاوری ها و اون پهلوانی های اساطیری ما حالا میاد در این قصه ها که تبدیل میشه به باور، تبدیل میشه به خرافات و تبدیل میشه به یک راه بگونه بیزینس میشود گفت، یا هرچی معاش اهل خطابه. بنابراین در مقابل این قصه ها بلافاصله اون قصه ها شکل میگیره. اگر که مرشد نقل سهراب میگفت، نباید به خاطر باور عمومی و حاکمیت برای که بتونه کار بکنه در کنارش گریز میزد به صحرای کربلا داستان علی اکبر میگفت. اگر خطابه فرنگیس رو نقل میکرد که داره در مسئله سیاوش و دفاع از سیاوش حرف میزنه، خطابه زینب رو میگفت. این نقل هایی که هنوز ادامه داشت، خود من تا سالها قبل که پای نقل مینشستم میدیدم مسئله سیاوش گریز به داستان ابراهیم در گلستان، بهرام یل که دستهاش قطع میشه، بعد میبینیم مسئله داستان عباس که اون هم دستهاش قطع میشه، بهرام یل آزمونش یا مسئلهش اون تازیانش عباس مشک آبه. میدونی مظاهر قصه عوض میشه، قصه همونه ولی میاد و بعد تبدیل میشه به یک باور که حالا یک فیضی هم گرفته میشه، گریه‌ای. فکر نکنید به همین سادگی بوده. یعنی باز من فکر میکنم شرایط حکومتی است که تعیین کننده فرهنگ بخش دیگری. خب بله، ما خیلی اهل کتاب خوندن نبودیم و مردمی بودیم که مسائل رو، داستان‌ها رو سینه به سینه نقل می‌شد. فردوسی هم خیلی آگاهانه میاد مثنوی، قالب مثنوی رو برای کتابش انتخاب، برای که خیلی راحت میشه حفظ کرد. درست. و خیلی راحت میشه اون رو نقل کرد. خرم گردآفرید، دو تا سوال من دارم و بعد جفتش رو هم بپرسم، ولی چون هر دو در همین بحث شماست، خواهش می‌کنم فراموش نکنید که این هر دو سوالی که من می‌پرسم برمیگرده به این گفته‌هایی که شما دارید. از سوالی که به بخش پایانی که برای بینندگان نزدیکتر است شروع میکنم. برخی از محققین معتقدند که اونچه که ما به عنوان مراسم آیینی عاشورا، تاسوعا و این ماجرا داریم، وجهه یا جلوه اسلامی از آیین سوگ سیاوش هست که در پیشینه ایران وجود داشته و بعدها در قالب‌های مختلف تغییر کرده و برای اینکه جلوه پیدا کنه از عصر صفویه هم شروع شده و با تمام المان‌هایی که میشه در سوگ سیاوش در پیش از این پیدا کرد، حالا اسلامی شده رو این برداریم. شما چنین چیزی رو در تحقیقاتتون بهش رسیدید؟ این نتیجه رو متین میدونید و واقع میدونید؟ من درباره اصلا یک مطلب پژوهشی نوشتم و در برنامه خودم که برنامه است به اسم داستان‌های شاهنامه در تلویزیون دیگری، تلویزیون آقای نوری‌زاده عزیز، تلویزیون ایران فردا. بله، بسیار برنامه خوب و پربیننده است تا جایی که من میدونم. ممنونم. بله، دنبال علاقه‌مندان خودش رو داره، میبینن از سوگ سیاوش تا مرثیه حسین خیلی، یعنی از دونه دونه اون علم‌ها، اون کتل‌ها، اون موسیقی چهارگاهی که در واقع اجرا میشه، موسیقی طربه و اثری که حالا در دوران گذشته اسطوره سیاوش داره در فرهنگ کشاورزی، در سوکچامه ها، در آیین ها، در جشن ها، اینها همه بعد میاد تبدیل میشه در واقع یک حالت مستحیل شدن، یک حالت سیر تطوری داره که بعد میاد در آیین‌های مذهبی که سیاوش خودش یکی از بارزترین این اسطوره هاست. المان‌های تعزیه از اون علم، از اون کتل، و اصلا یک دیوارنگاره هست از سوگ سیاوش در پنجیکند که دارن یک آیین سووشون، سیاوشان برگزار میکنن که ساز و دهل هست و در کنارش تصویر دیگری هست و میکنم آیین‌های کشاورزی است. اینها همه بله برگرفته از اسطوره‌های کهن ماست که در دوران شیعه و در واقع دورانی که قصه های شیعه خیلی نوشتنش رونق میگیره در مقابل اون خطابه های یا اون نقل های ملی و نقل های حماسی، نقل های مذهبی نوشته میشه، روزت و شهدا نوشته میشه، این قصه ها میاد بیشتر در دوره صفوی این تومارها و روزه ها نوشته میشه و آیین های اینچنینی به مرور شکل میگیرن. خب من میخوام همینجا ازتون خواهش کنم، به توجه به اینکه ما به محرم در ایران نزدیک داریم میشیم، به خیلی سریع در همین چند روز آینده محرم در
را شروع میشه. من همینجا از شما این قول بگیرم که در هفته آینده مشخصا روی موضوع از سوگ سیاوش تا مرثیه حسین به اتفاق شما برنامه داشته باشیم و من بیشتر بسان بقیه بینندگان خوبمون شنونده باشم و از این مجموعه آگاهی هایی که شما در این زمینه دارین استفاده کنم. همینجا این قول پس از شما بگیرم که در هفته آتی ما این برنامه رو به اتفاق داشته باشیم. در خدمت شما. برگردم سر سوال دومم که برمیگرده درست به همین موضوع. وقتی ما از علامت کشی نمیدونم زنجیرزنی بسیاری از روزه ها یا دعاها یا رفتارهای مذهبی مردم در امروز جامعه صحبت میکنیم، اونها رو خرافه میدونیم و بسیاری از اینها رو خرافه تلقی میکنیم. چطوره که اینها رو وقتی که در مورد مذهب اسلام هست میگیم اینها خرافن، ولی وقتی همین مسائل مربوط میشه به آیین باستانی ما یا به سوگ سیاوش اونها رو جز باورهامون قلمداد میکنیم و اونها رو خرافه، دست کم برخی از طیف‌های مربوط به ایران دوستان خرافه تلقی نمیکنن، این تناقض از کجا شروع میشه؟ ببینید اونجایی که به نظر میرسه در ظرف داستان داریم میبینیم، یعنی داستانی که داستان نیاکان ماست داریم میخونیم داریم میشنویم که ببینیم گذشتگان ما چه کار کردن، چه راههایی رفتن، کجا اشتباه کردن، کجا درست عمل کردن. یه پرانتز باز کنم، این که بعضی حالا باز راجع به این خیلی صحبت کردن، مانورش گفتار غلط که شاهنامه ستایش شاهان هست، به هیچ وجه اینطور نیست. چه بسیار در نکوهش پادشاهانی هست اشتباهاتی که ایرانیان کردن، اشتباهاتی که شاهان کردن، مثل نوذر، مثل کیکاووس، مثل گشتاسب، جاه طلبی های گشتاسب و اشتباهات دارا. اینها در کنارش از در کنارش ما کیخسرو داریم، تازه اون هم خالی از اشتباه نیست، رستم هم به مراتبی، برای که همه زمینی هستن، اسطوره هایی نیستن مثل اسطوره های یونان که در آسمان زندگی بکنن. ولی ما داریم در ظرف داستانی داستان ها و قصه ها رو میخونیم. اونجایی که این قصه ها در طول زمانه که ما رستم نامه داریم، میاد میشه علی نامه و حالا مجلس روزه، مجلس در واقع اینها میاد در زندگی روزمره ما، اون بشه بخشی از سیاست ما، اون قصه هایی که تبدیل میشه به قصه های مذهبی، باورهای مذهبی و بعد میره در دستورالعمل دینی، میشود شریعت، راه و کار زندگی ما رو خط به خط اون تعیین بکنه، میرود در سیاست، سیاست مداران ما رو در واقع علمای دینی باید تشکیل بدن. اونجاست که دیگه کار به بیراه میره. شما اول شاهنامه داستان جمشید رو بخونید، مسئله تقسیم گروه ها یا اصناف که حالا یکی از هم چیزایی که ایران ستیزان باز علم عثمان که پیرهن عثمان کردن این هست، اختلاف طبقاتی، بابا همیشه مسئله اصناف بوده، همین حالا هم ما صنف های مختلف داریم، صنف هنرمندان، صنف بازاریان، اصناف مختلف، گذاشتم همینطوره. خب در دورانی که جمشید تمدن رو میاره، اولین کاری که میکنه اصناف مختلف رو که مشخص میکنه، ارتشداران، موبدان، کشاورزان، کاری که میکنه خیلی جالبه، به طبقه روحانیت میگه که شما کارتون پرستشه، با حفظ دین شما زندگیتون در شهر نیست، باید بروید در کوه زندگی بکنی، جایگاهی هم براشون در نظر میگیره در کوه، جای شما در کوهه، یعنی حتی اینها رو میگه کار شما عبادته و پرستش دین، پرستاری دین، اصلا اونها رو از شهر جدا میکنه، از تمدن جدا میکنه. ما این قصه ها رو نمیخونیم، ما آگاهی نداریم و اونجاست که وقتی ما از گذشته نمیدونیم، شناسنامه خودمون رو نمیدونیم، کتاب گذشتگانمون رو نمیخونیم، اونجاست که من زن چادر به سر میگیرم و میام در نکوهش این که چرا باید بیهجابی باشه راجبش، یا یعنی بیهجابی به مفهومی که ما در سال 57 تجربه کردیم. بله اینجاست که این اشتباهاتون، چون نمیدونیم، مطالعه نمیکنیم، گذشتمون رو نمیدونیم. شاهنامه رو که این همه حالا تو دستاویز خیلی از ایران ستیزان که درش اختلاف طبقاتی رو مطرح میکنه، اونو نمیخونیم که منظور تعیین اصناف مختلفه، گروهی که کاتوزیان خانیش به رسم پرستندگان دانیش، جدا کردشان از میان گروه، گفت کار شما پرستاری دینه، پرستش دینه، همه رو فرستاد کوه، جمشید جم. اول شاهنامه این اتفاق میفته که حالا داره گزارش 10,000 سال تاریخ و تمدن مملکت رو شروع کرده، از دوران غارنشینی، کشاورزی، حالا رسیدیم به دوران شهرسازی و تمدن، سنگ بنای تمدن رو که جمشید میذاره اولین کارش جدا کردن دین از حکومته،
اصلا از شهر جدا میکنه. اینجاست که اگر اون اسطوره بیاد و برود بشود وسیله‌ای برای امرار معاش خطاب خانان و دینداران و حالا اونها همه این رو خط به خط بشود برای دستورالعملی که تعیین بکنه من چطور زندگی بکنم و برود که اصلا بشه که سیاست و حکومت رو اون تعیین بکنه، نه دیگه اینجا معلومه که راه به بیراه رفته. چه اشاره زیبایی کردید به این شعر فاخر از ابتدای شاهنامه که مبنای سکولاریزم رو که امروز دنیا ازش صحبت میکنه هزار سال پیش از این چقدر زیبا و در چه مفهوم جالبی. هزار سال پیش تازه گزارش به سان خبرنگاری یا مورخی گزارش کرد که در گذشته چند هزار سال پیش که اولین پیدایش تمدن که در این مملکت بنا شده آمدند و این گونه رفتار کردن در مملکت داری. بله، دقایق کوتاهی تا پایان برنامه فرصت داریم، 7-8 دقیقه. برگردیم به موضوع زنان و به اینکه زن امروزی با آگاهی از این رویدادهاست که میتونه خودش رو آماده یک قیام ملی کنه، خودش رو آماده یک قیام برای داشتن حقیقت ها کنه. بسیاری از کارشناسان علوم اجتماعی واقعا بر این باورند، البته ممکن نظرات متناقضی هم وجود داشته باشه، ولی قطعا این نظر حداقل برای خود من پسندیده هست که آینده ایران از مسیر تحولات زنانه عبور خواهد کرد. اگر قرار هست ما از سیستم حکومت فعلی عبور کنیم، بایستی پیشگامان زن و انقلابی زنانه ایران را از این دوره سیاه خارج کنه. شما فکر میکنید که چه الگوهایی در همین کتاب فاخر شاهنامه که امروز به عنوان کتابی که سعی همیشه اون رو فقط در حوزه ادبیات ببینن، متاسفانه یکی از کاری هم که شاهنامه میکنن اینه که سعی میکنن کتاب شعری ببینن مثل هر کتاب شعر دیگری در حوزه ادبیات، چه شخصیت هایی در این شاهنامه رو شما پیشنهاد میکنید که من علاقمند یا دختران ایرانی با مطالعه اون شخصیت ها بتونن الگوهای عینی پیدا کنن، به جای اینکه الگوشون زنانی از تبارهای دیگه، از گروههای دیگه، از موقعیتهای جغرافیایی دیگه، فرق هم نمیکنه آمریکای، اروپایی یا عرب 1400 سال گذشته باشه، دختر ایرانی الگوشون قرار بگیره. مشخصا چون از کتاب شاهنامه صحبت میکنید، نه اینکه کاراکتری رو حالا ما بخوایم پیشنهاد بکنیم، خود کتاب خوندنش واقعا واجبه بر هر کسی که براش مهمه که یه چیزایی رو بدونه. چرا؟ چون بنیان شاهنامه به تو مرتب تذکر میده مسئله خرد و دانایی، میگه هر کاری میخوای بکنی باید خردت رو به کار بندازی، داناییت رو به کار بندازی. در آغاز هر داستان و هر فصلی خطبه‌ای داره فردوسی که مکرر راجع به خرد حرف میزنه. خرد یعنی چی؟ یعنی قدرت تشخیص بین خوبی و بدی، کجی از ناکجی، کجی از راستی، دروغ از راستی، قدرت تشخیص. تو به جایی برسی که بتونی به این مرز برسی که تشخیص بدی چی درسته چی غلطه، و اینجاست که تو به آگاهی میرسی. مسئله خرد و رسیدن به آگاهی روح و بنیان کلام شاهنامه است، اینه که خیلی مهمه. ولی در زمانی که زنها این همه مشکل دارن، مسئله بیکاری است در شرایط امروزی، مسئله فرهنگ خیلی مهمه و فرهنگ سازی، اینکه ما مرتب بگیم که باید خوند، باید مطالعه کرد. فرهنگ حرف اول رو میزنه، فرهنگی که راهکار ماست، فرهنگی که میتونه خیلی از مشکلات رو حل بکنه. مطالعه و خوندن و خوندن گذشته و امروز و آگاه بودن از شرایط همه گونه، شرایط ایران، شرایط دنیا، آگاهی، هیچ چیز بالاتر از آگاهی نیست. اینها مهمه، خیلی مهمه، مهمترین توصیه است که میشه گفت. ولی در شرایطی که زنها الان با این همه گرفتاری، بیکاری، فقر، اعتیاد، اختلاف فاحش طبقاتی از نظر مالی، ثروت‌های نجومی که در دست عده‌ای هست و چقدر که دیگه فکر می‌کنم طبقه متوسط داره کم کم از بین میره، طبقه الان خیلی پولدار و طبقه‌ای که رو به فقیرتر شدن و فقیرتر شدن، با این همه مشکلات که نمیدونه فرداش قراره چه اتفاقی بیفته، اون رو باید چه کرد. مسئله خشکسالی، بحران آب، اینقدر الان مسئله و بحران زیاده که واقعا. و اینکه دیگه جوانها علاقه ای ندارن تو ایران بمونن، اینها رو چه باید کرد؟ وطن گریزی، آقای استاد دانشگاهی که میای راجبه نگرانی راجبه ایران گرایی، ملی گرایی، شما این همه جوان نمیبینی که دنبال راهکاری که از ایران بره، هیچ علاقی به وطنش نداره، به زندگی کردن اونجا نداره،
به هر دری میخواد بزنه که از ایران فرار بکنه، بره یه گوشه امنی پیدا بکنه که راحت زندگی بکنه. ما چرا اومدیم اینجا؟ برای اینکه دلمون میخواست دیگه از یه جایی بعد، من دیگه میخواستم زندگی بکنم دیگه، از اون همه استراب و استرس خسته شده بودم، از اون شرایط تنگ و بسته و هر روز نگران روز بعد باشم خسته شدم. اعصابم آرومه، جوان ایرانی الان همینو میخواد، علاقه ای نداره، اینو باید چه کرد؟ خانم گرده، فقط من یه جمله رو تو پرانتز بپرسم. مفهوم حرف شما تایید برخی افراد که سعی میکنن زیر عنوان ملیگرایی یا ایران دوستی نوعی فاشیسم، یعنی بریم آدمای دیگر رو که مثل ما فکر نمیکنن بکشیم یا چنین کنیم یا چنان کنیم، تایید حرف اونها که نیست که، یعنی شوونیسم منظور، یعنی شوونیسم بله. ببینید گفته اونها اصلا من اونجایی که فکر میکنم، نظر منه، فکر میکنم اونجایی که مذهب ملیگرایی بره به سمت ایدئولوژی، دیگه یه مقدار خطرناک میشه. فکر میکنم اینطور باشه. و ما مگه چقدر حالا شوونیسم داریم که باید نگرانش باشیم؟ چقدر تأثیر گذارن؟ چقدر رسانه دارن؟ اصلا اونا رو ما نباید ببینیم. اصلا قابل شوونیسم رو عرض میکنم، نه ملیگرایی، نه ایرانگرایی، نه وطن دوستی. اون مسئله افرادگرایی رو که شما مطرح میکنید، من میگم مگه چقدر هستن، چقدر رسانه دارن، چقدر تاثیر گذارن، چقدر باشن، حتی دست آموز خود حکومتی ها باشن برای فریفتن فضای عمومی به جهت پرهیز از اینکه مردم به سمت ملی گرایی برن. چون میگن اگه قرار باشه یه ملی گرایی همچین آدمی باشه، بهتره که من ملی گرا نباشم. چه حتی از این منظر بخوان استفاده کنن. فکر میکنم اون هم با آگاهی میشه تشخیص داد راه درست و راه غلط رفتن رو. من در مقابل اون میگم اونقدر که شما راجبش نگران هستید، نه ما چنین گروه های تاثیرگذاری نداریم، اما در مقابل تا دلتون بخواد رسانه ها و تلویزیون ها و رادیو های خارج از کشور در اختیار ایران ستیزانن، تریبون ها همه در اختیار اون. متاسفانه همینطوره. خانم گردآفرید، 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. این 3 دقیقه متعلق به شما، تا شما اگر دوست دارید به زبان شاهنامه با مخاطبانمون صحبت کنید. حرف خاصی ندارم، خیلی خوشحالم که این برنامه‌ها در تلویزیون اندیشه برگزار میشه، در اینکه راجع به شاهنامه صحبت بشه، راجع به ایران صحبت بشه و مسئله زنان. و امیدوارم، فقط امیدوارم که به خصوص جوان‌ها، نوجوان‌ها گاهی برای من مسیج میدن، اونایی که علاقه دارن برنامه‌ها رو دنبال میکنن، در اینها یک حالت ناامیدی میبینم، یأس میبینم. فکر میکنم که میتونن الگوهای خوبی برای خودشون تو زندگی پیدا کنن که در درجه اول امید رو در خودشون زنده نگه دارن و کار بکنن و ناامید نشن و کار و کار و کار تا به اون هدفی که دلشون میخواد برسن. الان دغدغه خود من بیشتر جوانها و نوجوانها هست که این ناامیدی، این که دنبال این هستن که چیکار کنن که از ایران برن، مرتب سوال میکنن، مرتب در حال جستجو هستن راهکاری که چیکار بکنن از ایران برن. این خیلی غمگینه، غم انگیزه. اون چه که میتونم بگم اینه که آگاهیتون رو بالا ببرید، مطالعه بکنید و امیدتون رو از دست بدید و مطمئن باشید روی هر کاری که تمرکز بکنید و با قدرت و با امید و پیدا کردن الگوهای، در واقع به قول این طرفی ها رول مدل هایی که سختی کشیدن، تلاش کردن تا تونستن به هدفشون برسن. امیدوارم که شما هم بتونین، جوانان و جوانها که الان دیگه خیلی دیگه مثل بچه های ما هستن. الان این بچه ها شاگردانی داشتم که الان برای خودشون زنها و مردان موفقی شدن. اینها در کلاس شاهنامه من بودن، بچه های کوچیک. بعد که بزرگ شدن یا عکساشون یا تو فیسبوک منو پیدا کردن، چون جوانهای پسرها ورزشکار، هیکلهای پهلوانی، گفتم تو چقدر بزرگ شدی، تو خیلی کوچولو بودی. گفتن برام مینویسن اینقدر تو داستان پهلوانی برای ما گفتی، سهراب و رستم و گودرز، که ما خجالت میکشیم که زار و نزار باشیم، میریم هر روز ورزش میکنیم. خب من خوشحال میشم وقتی میبینم این خوندن این داستانا اینقدر اثر مثبت گذاشته، بچهایی که موفقن و کار میکنن. و اونچه که پدر مادرها وقتی که برام ایمیل میفرستن و سوال میکنن و اثرش رو بعدها میبینم، برای بچه هاتون قصه بگین، شبا برای بچه هاتون قصه های شاهنامه بگین، سمک عیار بگین، نتیجهش رو خواهید دید. نتیجهش رو من دیدم، بچه هایی رو که 20 سال پیش درس دادم و الان همه دختر پسرهایی هستن، موفق، سالم، تندرست. ممنونم سکار خانم
گردآفرید عزیز، پژوهشگر معنوی میراث معنوی ایران و البته شاهنامه پژوه ایرانی که دست اساتید آموزش رشته ایران شناسی در دانشگاه UCLA هم هستید، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در شهر لس آنجلس. از شما گرامیان هم سپاسگزارم که تا به این لحظه بیننده این برنامه بودید. فراموش نکنید که در آتی بسیار نزدیک برنامه ویژه ای رو با سرکار خانم گردآفرید در همین استودیو تقدیم شما خواهیم کرد که از سوگ سیاوش تا مرثیه حسین نام داره و به مناسبت فرارسیدن ماه محرم در ایران به شما گرامیان تقدیم میشه. باشد که نگاه ما رو به حقایق تاریخی بازتر کنه و به هیچ عنوان هم منظور و مفهوم ما از برگزاری این برنامه ها اساسی ادب به فرد خاص یا نوع تفکر خاصی نیست. این انتخاب با ماست که راه درست رو از غلط تمیز بدیم و هر کدام برای زندگی خود برگزینیم. وقت خوش بودنی.